aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. واقعا بگیر اینا رو، بگیر، شروع کن، مثل روز اول درستش کن، حتی بهتر از روز اولش. خب نه تو رو، نه مادرمو و نه حیاتو هیچ وقت نمی بخشم، هیچ وقت. مامان چرا وسایلتو جمع میکنی؟ تموم شد پسرم، من دیگه از این خونه میرم، تحمل ندارم. میشه لطفاً بگی چی شده مامان؟ خسته شدم دروک، خسته شدم. تو این خونه همه تقصیرها میفته گردن من. مامان جون یکم آروم میشی لطفاً؟ یکم آروم شو، با هم صحبت میکنیم. وایس یه دقیقه صحبت کنیم. دروک نمیتونم بیشتر از این پیش آدمایی که بهم اعتماد ندارن بمونم. اونجوری نگام نکن. خیلی خوب باشه، تو گذشته اشتباهاتی کردم. آره قبول دارم، ولی اینقدر بد نیستم. کاری نمی کنم مراد ناراحت بشه و دلش بشکنه. مامان هی بابا، آخه داری از چی حرف می زنی؟ اصلا متوجه نمی شم چی شده دروک؟ بالاخره به خواستتون رسیدیم. من چی خواستم؟ خونمو خراب کنی. منم دارم میرم، دیگه از دست من راحت میشین. دیگه برام مهم نیست میخوایم پشت سرم جشن بگیرین یا هر چیز دیگه ای. چی داری میگی؟ من چرا باید خونه ای تو رو بخوام خراب کنم؟ حرفاتونو شنیدم. الکی انکار نکنین به من تهمت نزدین. من تو خونه ای که بهم تهمت میزنن بیشتر از این نمیتونم زندگی کنم. اون نامه رو شما مخفی کرده بودین عظیم خانم. فراموش کردین این کارو شما انجام دادی؟ آره عظیم خانم. یه لحظه وایسین ببینم مامان، در مورد چی داری حرف میزنی؟ یکی نمیخواد به من توضیح بده چی شده؟ از مادر بزرگت بپرس، اون بهت جواب میده. بابا ببینم تو چیزی نمیخوای بگی؟ دریا نرو، بیا حرف بزنی.
اینجا چی کار میکنی؟ برو توی یه اتاق دیگه بخواب. مگه نمیشنوی؟ برو توی یه اتاق دیگه بخواب. این تو نیستی؟ تو رو خدا بگو من کیم؟ من کیم؟ این برای اینی که عصبانی هستی. فقط به خاطر همین؟ قلبم شکسته، گول خوردم، اما همش برای اینی که عصبانی هم. آره؟ شما خبر ندارین با من چی کار کردین، خبر ندارین چطوری زندگیمو به جهنم تبدیل کردین. تو مستی، بهتره که بخوابی. کی بهت گفته من با تو توی اتاق میخوابم؟ برو توی اتاق دیگه بخواب. برو توی اتاق دیگه بخواب. برو! خدایا چی کار کنم؟ مراد چی شده مراد؟ حالت خوبه؟ افتادم. باشه وایسا یه لحظه کمکت کنم که بلند بشی. ولم کن حیات، تو منو انداختی، خیلی دردم گرفت، خیلی ناراحتم کردی. متاسفم. متاسف بودنت کافی نیست. تنهام بذار.
به خدا حیات واقعا خیلی خوشحال بود، لباس عروسش هم خیلی قشنگ. تازه درست تو لحظه ای که امیدشو از دست داده بود مراد یهویی از در اومد تو. گفتی امیدشو از دست داده بود؟ این مراد کاری عقد و طول داد، واسه همینم یکم طول کشید. نگران نباشی، مثل بی کس و کارا ازدواج کرد. نتونستم سر عقد دختری یکی یه دونم برم. اما مجبور بودن دیگه خاله همینه، خودت که میدونی. خب یعنی دعوا معوا که نداریم بابا، حل میشه. تازه دو طرف هم گیر داده بودن، نمیشه که نمیشه. من چی کار کنم؟ آخه من چی کار کنم؟ کسی که به حرف من گوش نمیده، خودتون که میبینین. من امروز خواستم بگم بابا جون بذار برم سر عقد دخترم. خواستم بگم اما نتونستم دهنمو باز کنم. از اون لحظه به بعد حتی یک کلمم بهش نگفتم. میگم فقط یه چیزی، این سکوت اصلا نشونه خوبی نیست. آره، میتونه آرامش قبل از طوفان باشه. اینجوری نکن، بلا بدون، خدا نکنه. استغفرالله. وقتی من رفتم به مراد نگین که مادرش انقدر ظالم بوده و اونو به خاطر آرزوهای خودش رها کرده و رفته. بهش بگین که من مردم. فکر نکنه من آدم بدی بودم. برات قهوه درست کردم، حالتو خوب میکنه. کسی از تو قهوه خواست؟ نه نه خواست، ولی من درست کردم، حالت خوب میشه، بخور. پس حالمو خوب میکنه. آره، حیات ما کل شبو در مورد چی حرف زدیم؟ من میخوام کمکت کنم. ولی من نمیخوام. آفری، ببین مثل همه چیز که نابود کردی اینم نابود کردی. دیدی الان خوشحالی؟ باشه مراد باشه، همه گه اینا تقصیر منه. آره من اون دروغا رو بهت گفتم، حقمه. خدا منو بکشه تو راحت بشی، همینو میخواستی بشنوی؟ آره الان خوشحال شدی مراد؟ Kalp alışır acı çekmelere. Can dayanmaz yeni sevgilere. Gerge kur, kare dige yine mitini bokoni ahma. Küçük yürek çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı. Şu yüreğim ne meraklı. Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu. Artık içime sinmiyor.
acı çekmelere can dayanmaz. Yeni sevmelere boşak yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Acı çekmelere can dayanmaz. Yeni sevmelere boşak yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. آسلی؟ بله دخترم، تو نمیخوای بری سر کار؟ نه من امروز مرخصی گرفتم. باشه پس پاشو پاشو کمک کن صابونه رو آماده کنی. باشه. امین بابا چیزی شده؟ من از حالم خوب نیستش، پاشو ببینم. بابا بزرگ چی شده؟ از تو پلا نبزم نمیزنه، نفسی آخرم دارم میمیدم. بابا بزرگ جونم، اگه نبضت نمیزنه این یعنی که خیلی وقت مردی. آده مردم، مردم دیگه دخترم، یعنی به دروغ بگم؟ چرا باید به دروغ بگم؟ مقر بفی اصلی. دخترم عزیزم، تو میخوای فعلا فشارشو بگیر. باشه بابا جون. چشاتو باز کن ببینم، باز کن ببینم. تو رو خدا ما رو نترسون، خدایا توبه. بابا بابا اصلی زود باش، زود باش خودتو برسون. صبح بخیر، صبحونه آماده کردم. دارم میبینم حیات کور نیستم.
چای میخوری؟ داشتم برای خودم چای میریختم. یه جوری رفتار میکنی که انگار شب عالی و گذروندیم و حالا برام صبحونه درست کردی. خیلی خنده داره. یعنی آماده نکنه؟ این کار تو نیست. یعنی چی؟ یعنی تو نمیخواد برای من صبحونه درست کنی. ما از اون زوجه خوشبخت نیستیم و نخواهیم بود. پس بی خودی خودتو خسته نکن خب؟ پس بگو چی کار کنم. بگو چی میخوای. هر کاری بخوای میکنم، فقط بگو. باش، برای اینکه بهتر بفهمی یه بار دیگه میگم، مغزمو پاک کن. دردی که تو قلبم هست و از بین ببر. میتونی این کارو بکنی؟ کاری کن که انگار چیزی نشده. ما هم دیگر رو دوست داریم. آره، منم همین فکر رو میکنم. اما بعضی وقتا دوستشم برای بخشیدن کافی نیست. من اینطوری نمیتونم. نمیتونم اینجوری ادامه بدم. چرا؟ برات سخته؟ به نظرم میتونی، چون تو خیلی خوب بلدی نقش بازی کنی. ای بابا، تلفنش رو جواب نمیده. والا فشارش 12/8، یعنی نرماله. من که نفهمیدم. ای خدا، قربونت بشم. اصلی میبینی بابام مثل کوه بود، کمرش شکست، افتاد روی تخت. اصلی دخترم، ما چی کار کنیم ها؟ دخترم آخه یه حرفی بزن دیگه. اصلی چه میدونم آخه، پس به 112 زنگ بزنی. اون دختر حیات تلفن چه تفاوت نداد؟ بابا، یعنی تو حالت خوب شد؟ نه خوب نیستم، خیلی مریضم. یه بار دیگه زنگ بزن. بابا جون، زنگ زدم، زنگ زدم، جواب نمیده. شایدم نمیشنوه. تو اینا رو ول کن، پاشو بریم بیمارستان. من دیگه نفسهای آخرم. بابا، با حضرت اسرائیل حرف زدم، صداش کنین بیاد. بگو زود بیاد اینجا، میخوام باهاش حرف بزنم، بعدش بمیرم. به چی میخندی دریا؟ هیچی. یه چیزی یادم اومد، به شما ربطی نداره، اما تو این خونه خندیدن ممنوعه، درسته؟ دریا، اون که تو انگشتت چیه؟ نمیفهمم. سری اون انگشتر رو در بیار. تو اصلا لایق اون انگشتر نیستی. زود باش درش بیار. اینجا چه خبره؟ مامانت وقتی این انگشتر یادگاری خونوادگی رو تو دستم دید عصبانی شد. میخواد درش بیارم. گفت به چه حقی انداختیش؟ من بهش دادم مادر. تو میخواستی چیکار کنی؟ ها؟ میخواستی بدیش به اون دختر حیات؟ نه، من همچین چیزی نگفتم. مادر، تو طرف دختری رو گرفتی که شرافتمونو نابود کرده، ازش طرفداری کردی. تو این خونه تنها یه نفر لایق اون انگشتره، اونم زن منه. Thank you.
شنیدین دیگه عظیم خانم نجات چی گفت؟ اگه نشنیده باشی خیلی ناراحت میشن. تو خود شیطانی، شیطان. واقعا زشته عظیم خانم، داری دلمو میشکنی. تو این خونه هر بلای سرمون اومده به خاطر شماست. بذار یکم فکر کنیم ببینیم حق دارم یا نه. کسی که شما رو ول کرده و فرار کرده رو به عنوان عروس خونه خطاب کردیم و نوی بیچارتون رو با دروغ فریب دادیم. این حتی به فکر شیطونم نمیرسه. واقعا شما چقدر آدم باهوشی هستی. هنوز خیلی چیزا هست که باید از شما یاد بگیرم. اما من نمیخوام. بله اصلی. الو حیات عزیزم، چرا دو ساعت تلفنتو جواب نمیدی؟ خواب بودم. خیلی خوب، باشه فهمیدم تو موثرین، یعنی اگه واجب نبود ما هم مزاحمتون نمیشد. چی شده؟ چه کار واجبی؟ بابا بزرگ یکم مریض شده. چی؟ وای چی کار کنم، همش تقصیر منه. وایسا وایسا، حالا اینقدر نگران نمیخواد بشی، ما خونه ایم، تو هم لطفا بیا اینجا. باشه باشه الان میام. تو اینجا چی کار میکنی تازه داماد؟ اینو بگیر. اینو چی کار کنم؟ برو خونه من بده به حیات. دارم خونه تو؟ خیلی واضح گفتم کرم، برو خونم، اینم بده به حیات. باشه عصبانی نشو میبرم. باشه قبول، ولی کلی کاغذ هست که باید آقا مراد امضا کنه. نو یه مدت مزاحم آقا مراد اصلا نمیشیم، چون که تازه دیروز ازدواج کرده، فهمیدی؟ آره مزاحم آقا مراد نمیشیم چون تازه دیروز ازدواج کرده. پس فهمیدی. مراد خان، تو توی این ساختمان سرد چی کار میکنی؟ تو باید تو خونه گرم و نرمت باشی. زود باش، تو اینا رو ول کن، مستقیم برو پیش زنت. چالی، دیروز ازت یه سری پرونده خواسته بودم، آمادن؟ بله آماده. مدارکی که قبل از جلسه با آلمانیا باید آماده میشد چی؟ اونم آماده است، چند تا کاغذ هم هست که باید امضا کنی. باشه، با برنامه روزانه بیارشون تو. چشم مراد خان. مراد نمیتونم حس کنم، اون بو رو نمیتونم حس کنم، وگرنه من از یک کیلومتری میتونستم بوش رو حس کنم. ای خدا، نکنه قیامت شده. من دارم حسامو از دست میدم. نه، همچین چیزی امکان نداره توبا. به خودت بیا، به خودت بیا. الان فهمیدم، تو سیستمت یه مشکلی داره. اون مشکل چیه؟ زود بگو مراد. چی میتونه باشه توبا؟ شبتون چطور گذشت؟ از شما خوشتون نیومد؟ اتاقتون خیلی روشن شده. به نظرم دیگه باید بریم سر کارمون.
فهمیدم شومینه خراب بود، متاسفم، نتونستم اونو هیچ جوری درستش کنم، نتونستم. تو با الان داری حال منو به هم میزنی، میدونستی؟ باشه ساکت میشم، حتی یکمم خجالت کشیدم، هرچند قرمزم به هم خیلی میاد. بابا بزرگ جونم چی شده؟ انگار بابا جون زیاد حالش خوب نیست. میگم فکر کنم قلبش تحمل این چیزا رو نداشته، قیافش شبیه رفتنی هست. بیچاره، آدم خیلی خوبی بود. نه عزیزم تو نگران نباش، فشارش معمولیه معمولیه، فقط شاید یکم اکسیژن کم داره، برای همین اینطوری شده. اومده کبوی تدم، کد خوبی کرده که اومده. بنده از این اتاق ببن بیرون، این دیوونه ها رو از اینجا بیرون کن، میخوام با تنهایی حرف بزنم. باشه، ما هم دورور مریض رو شلوغ نکنیم، پس بریم. دیگه گیرت انداختم کبوتر من، دیگه نمیذارم جایی بری، هیچ جا نمیذارم بدی، مطمئن باید بشم میرم. جلوی در خونت هم 10 دقیقه است دارم در میزنم، اما کسی در رو باز نمیکنه. چی؟ یعنی چی کسی باز نمیکنه؟ عجب نداره، خب خونه نیستم، نکنه رفته خونه مادرش اینا. نه اونجا نمیتونه بره. خب من چی کار کنم؟ باشه تو کاری نکن، بیا اینجا، من خودم به حیات زنگ میزنم. بای نزاحت میشی میدونم، اما باور کنید برای خوبی خودت انجام میدم. تکون نخورد، طرف داره زنگ میزنش. الو بابا بزرگ کشمت؟ تازه من بابا بزرگ تو شدم، من بابا بزرگ نیستم. میشه گوشیو بدین به حیات؟ حیات بیاد دیگه نداریم، حیات برای تم تموم شد، خاموش شد، دیگه مزاحمشم نشو. حیات زن منه، یعنی چی مزاحمش؟ حیات جود منه، نوای منه، دیگه به جایی که بهش تعلق داره برگشته، جایی که بهش تعلق داره رو پیدا کرد. باید حیاتو فراموش کنی. باید حیاتو فراموش کنم؟ الو 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 بابا بابا بابا، این درو باز کن، چرا اینطوری میکنی؟ باز نمیکنم، بده ببینم، کاری به ما نداشته باشه، دخالت نکنی. ببین این رسما دختره رو زندانی چی کار کنم؟ ببین یه موقع نگه پاشو توی کفش کنه بگه بریم شهرمون ها. نه بابا، این بابایی که من میشناسم یه نقشه رو دوبار تکرار نمیکنه، اصلا حتما یه نقشه دیگه داره، قطعا میخواد یه کار دیگه ای بکنه. چالی دخترم، مراد کجاست؟ کار فوری پیش اومد، یکم دیگه میاد. چه کار فوری؟ من که نفهمیدم، ما رو جمع کرده اینجا، خودش رفته بیرون. یکم دیگه پیداش میشه، منتظر باشیم. داداشم نمیدونم چرا ما رو صدا کرده، ببینم تو چیزی میدونی؟ نمیدونم، حتما یه چیزایی میخواد بگه دیگه. حالا که باید منتظر باشیم، پس یکم حرف بزنیم، مثلا اون قضیه نامه رو برام تعریف کنین. دروک، الان وقتش نیست پسرم. یعنی چی الان وقتش نیست بابا؟ حالا که همه با همیم تعریف کن ببینم قضیه چیه.
مادر داداشم واقعا زنده است؟ من چه میدونم. مامان بزرگ، تو نمیخوای چیزی بگی؟ نمیدونم اون زن زنده است یا نه. یه روزی فرار کرد رفت، دیگه ازش خبری ندارم. بعدشم اون نامه رو فرستاد. الانم نمیدونم کجاست و داره چی کار میکنه. شایدم زنده نیست. عجب، پس زنی که فرار کرده رو مرده نشون دادین. منم شوکه شدم. برای همین داداشم هر رفتاری که بکنه حق داره. چرت و پرت نگو، نمیخوام جلوی داداشت هم اینجوری حرف بزنی. حتما مراده. چی شده؟ تو چه بلند شدی ها؟ بابا بزرگ، مراد اومده دنبال من. اگه اجازه. سکت شو، بشی سر جد بینم. بشی. آفرین، همینطوری بشی، صدات هم درد نیادا. حیات کجاست؟ حیات تو اتاقشه پسرم، با پدر بزرگشه. خب چرا اومده اینجا؟ بابا بزرگی شکم حالش خراب بود، منو بهش خبر دادم، اونم مجبور شد بیاد اینجا. میدونستم. عروس خانم، دخترم آسلی، شما بریم بیرون. من با این جوون یکم حرف دادم. حیات، حیات بیا اینجا. حیات بابا حشمت، داری چی کار میکنی؟ دادن نوامو نجات میدم. چرا؟ بهت بگم صبور باش، صبور باش. را بیافت. ساعت 8 برای شام خونه هم، آماده باشه. میام میبینم. حیات زود باش، عجله کن، سری وسایلتو جمع کن، زود باش دخترم. مامان چی شده؟ دخترم زود باش، کشش نده، باید زود بریم. کجا داریم میریم؟ خوبی؟ دخترم ببین، من دیگه دارم دیوونه میشم. ببین دیگه عقلم نمیکشه به خدا. ببین این فرصتو از دست ندیم. باشه بیا فرار کنیم، خودمونو نجات بدیم. ای وای، حالا امین از دست رفت. مامان جون یادت رفته؟ من دیگه متأهلم. خب مگه چیه؟ همه متأهلن، منم متأهلم، منم ازدواج کردم. ای بابا چه ربطی داره خاله امینه؟ خیلی ربط داره، خیلی. من طاقت جواب دادن به سوالا رو ندارم، خسته شدم دیگه. هنوز به باباش چیزی نگفتیم، فکرشو بکن، اونجا هم با اونم یه داستان دیگه داریم. یکم فکر کن، یکم تصور کن دخترم، تصور کن. آره آره آره. فرار میکنی یا نه دخترم عزیز دلم؟ ببین اینو اداره کن، اونو اداره کن، خسته شدم دیگه، طاقت ندارم. فرار کنیم، فرار کنیم، بریم یه جای آروم، یه جا که کوه داشته باشه، جنگل داشته باشه، هوای پاک داشته باشه، جایی که هیچ سر و صدایی توش نباشه. داره میگه بریم کوه جنگل. حیات مغز خاله امینه داره ارور میده. خاله امینه، خاله امینه، خاله امینه، خواهش میکنم به خودت بیا خاله امینه. دخترم، دخترم چرا داد میزنی؟ من خوبم. مگه نقشم بده؟ اینجوری بدون هیچ ریسکی و با آرامش خیال با دختر قشنگم فرار میکنم ها؟ مامان جون میشه یکی یکی بخواین؟ من نمیدونم چی کار کنم. یکی میگه جایی نرو، یکی میگه ساعت 8 خونه باش، تو هم که میگی بیا فرار کنین. دیگه موندم چی بگم؟ اصلا بذارین من بمیرم ها؟ اینا نقشه خوبیه درسته؟ چرا اومدیم اینجا؟ میدونی همه این مال کیه؟ ها؟ میدونی؟ آره میدونم، مال ماست، یعنی مال بابا بزرگمه. مال بابا بزرگمه؟ کل این زمینا مال من و بابا بزرگ تو بوده. خریدن همه اینا اونقدر راحت نبود. کلی کار کردم، پول جمع کردم، اومدم گذاشتم کف دست بابا بزرگت.
اونا پول خودش رو گذاشت وسط، بعد اینجا رو شدیکی خریدیم، بعد یه دفعه خاک استانبول طلا شد. بابا بزرگت گفت این زمینامونو بفروشیم، بعد فهمیدم که بابا بزرگت همه این زمینا رو به اسم خودش کرده، همون بابا بزرگ نامرده. بابا بزرگ من همچین کاری نمیکنه. شما دارین دروغ. باش پسر جون، من دروغ نمیگم. اگه میخوای از مادر بزرگت بپرسه اون بهت بگه که راسته یا دروغ. نمیخوام به این مزخرفات گوش بدم. یه چیز دیگه هم هست که میخوام بهش گوش بدی. اون بابا بزرگت عشقم هم ازم گرفت. آره عشقم هم ازم گرفت. منظورت چیه؟ مامان بزرگت؟ البته من اینا رو برای پول و این چیزا تعریف نکردم. من خیلی وقته که از خیر پول گذشتم، اما از نبم نمیگذدم. چشم آینه همون مغز پسرم. من از چشمت میخونم که ذهنت به هم ریخته است. مثل بابا بزرگت نباش، آدم باش. فهمیدم که حیات تو رو ول نمی کنه، اما تو باید اونو ول کنی. بابا حشمت خوب به چشمم نگاه کن. حالا که داری همه چی رو میبینی پس اینم ببین. برای اینکه حیاتو از من بگیری باید منو بکشی. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet uyununla. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet uyunun. Şarkı vardı neydi la.